سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رخ با میزبانی من شیبا پریسا ابراهیمی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آقای همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان هستند. آقای همایون, هستن. همایون خیلی تشکر از اینکه وقت گذاشتین و دعوت ما را در برنامه پذیرفتین. اجازه بدین که نخستین پرسش از انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان آغاز بکنیم. گفتم میشه که به خاطر تعیین هیئت پول‌های زیادی هم مصرف شد. می‌پذیرین شما؟ در ابتدا سلام به شما همکاران عزیز شما و از طریق تلویزیون شما تمام شما. مردم افغانستان خب نظر ما است که ما چنین چیزی را در پارلمان ندیدیم ولی تا جایی که مشنویم حکومت مداخله سری داشت در قضیه و اونا میخواستن که صدای ملت خاموش کنن و اېدا اوس تاریخ یەک ماون جدید کې برفای حکومت زیات تر ګوش بټن شخصي را بيارن کې دا تمام مسائل حکمت بپذیرن و صدای ملت خاموش نگه دارن این ای ای مسئله را درک کردیم ولی نفهمیدیم که تا کدام قسمت مسئله پول مطرح شده بود از حکومت صحبت کردیم و دستایی که نمیخواستن شما با و به عنوان ما به مجلس انتخاب شوین مشخصا این دست به همکاری خود پارلمان بوده در درون پارلمان تلاش کردند که شما را روزانتان که معاون اول مجلس بله است که حکومت یک تعداد وکیلایی که روابط نزدیک با اونا دارن و یک تعداد وکیلایی که عضو فامیلشان به صفت وزیر والی یا در عرصه حکومت وظیفه اجرا میکنن اونا به شکل از اشکال طرفداری از پلیسی حکومت میکنن حق مسلمشان است ولی وقتی که قوی مجریه مداخله میکنه د دا داخلي کوې مقننې فکر میکوم تفکیک قوا زیر سوال ميره و حکومت به یک شکل می که دکتاتورانا عمل کنه و نگذاره که صدای واقعی مردم از تریبیون به مشکل پخش و چیزی که مردم میخواه خواهی آقا آقای شما از حکومت صحبت کردین و از دست هایی که دخیل بودن که در شما موان مجلس نمیندگان نشین یک بس بحث دیگر که از صدای واقعی هم صحبت کردین یعنی حالا شما مخالف حکومت شدین و مبادر شدین به از انتقاد کنندگان و حکومت از این لحاظ فکر نمیکنین که بیشتر هم حکومت میخواست که شما به عنوان معاون اول مجلس نمایندگان انتخاب نشین یا حرف دیگه هم پشت برده وجود داشت؟ خب مخالفت های سیاسی بین ما و آقای رئیس جمهور و تیمش وجود داره و حق مسلم هر تیم است که دیدگاه های خود مطرح کنه ما مسائل را به مردم اظهار میکنیم چیزی که واقعیت است ما به صفت نمایندی مردم آمده می وظیفه اجرا میکنیم و از عمل کرد حکومت نظارت درست باید داشته باشیم تمام مسائلی که ما در تالار مطرح میکنیم رب میکیره به بیکفایتی حکومت که در عرصه‌های مختلف چی در بخش امنیت چی در بخش اقتصاد چی در مسائل تمامیت ارضی افغانستان چی مداخله در قوای سیگانه در این مورد تمام مسائلی که اونا از صلاحیت خود بالاتر کارای را انجام میتن ما مخالفت میکنیم و این مخالفت ما حق قانونی ماست ولی برای حکومت قابل پذیرش نیست از این خاطر اونا میخواین که اگر فرض کنین ما به صفت معاون اول وظیفه اجرا نکنم صدای ما شاید آه، آه، برای مردم عام یک کم ذره یک کم زره پخشتر باشه صدایم نه 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 به شکل یک معاون و از موقف ماون اول ولوسی جرگ وقتی که صحبت میکنم یکی از مسائل عمده ایشانی بود آقای همین شما زمانی که نماینده معاون اول مجلس نمایندگان شدین از طریق خود از طریق تریبیون خود مجلس نمایندگان هم صدا کردین و خطاب کردین که با یک نفر نتونستن که مقابله کنن مشخصا منظورتون حکومت بود و کیها در حکومت آه. آه شخصی آقای رئیس جمهور آقای ستانگزای، آقای اکلی لکیمی، آقای وزیر شارسازی، آقای فاروق وردک و همچنان وزیری دیگه، وزیرای دیگی کابینه جلسه ای داشتند ما معلومات دقیق داشتیم آقای رئیس جمهور به اونا وظیفه سپرده بود که به هر شکلی که میشه اوماین باید به صفت معاون اول ولوسی جرگه نبیاین تا که ما تمام مسائل تمام مسائل که حکومت به مردم به چشمشان خاک مندازن و از پروژه هایی که اونا بحث میکنن از پروژه های بزرگی که اونا بحث میکنن و ما معلومات دقیق داریم که در دا مورد پروژه های بزرگی که حکمت صحبت میکنه اصلا هیچ نوع قراردادی وجود نداره فرض کنین در بخش تاپی ای افتتایی که آقای رئیس جمهور کرد باز خاک به با, با, با چشم مردم زدن بود ما انوز افغانستان در این مورد هیچ نوع قرارداد را به امضا نرساندیم با یکی از شرکت ها که اونا در خاک افغانستان در ظرف دو سال این پروژه را عملی بسازند اما فکر نمی‌کنید که هر سم اقدام نیک میتونه باشه از سوی حکومت وحدت ملی که حداقل اقدام کردن به خاطر از که روی این مساله کار بکنن به صورت جدی خب ما میتونیم که در حرف به مردم چیزای بسیار خوبی دیگه بگوییم ما میتونیم بگوییم که افغانستان گل, گل و گلزار است و هیچ نوع مشکلی وجود نداره ما میتونیم که بازی بودیم هر روز ولی تا کدام اندازه ما عوام فریب باشیم مثل که آقای رئیس جمهور عوام فریبی می در کدام مثلا در مسئله امیل سفر پکتیا را دارن به می مردم پکتیا اشت ما قبل گفت که ما به شما در چل روز برق می ولی شما ببینید که چیزی وجود وجود نداره اما بارها آقای غنی در نشست هایی که داشتند در نشست های خبری که داشتن تاکید کردند که ما برنامه های بنیادی و طرح های بنیادی برای, برای برای مردم افغانستان داریم ولی اجازه نمیتن بعضی دستای که ما این ها و این پلان های بنیادی را در Saya nak balik خب به خاطر ناکامی خودشان دلایل باید رایت کنن به مردم اونا چیزی با جز از این گفتن دیگه ندارن ما به مردم افغانستان میگم که یک قرارداد اونا نشان بوتن در بخش تاپی که در افغانستان با یکی از کمپانی ها صورت گرفته باشه نو یک قرارداد د یا ماین که اونا یک قرارداد دادن به یک کمپانی افغانی که کمپانی ساختمانی است اصلا هیچ نو تجربه کاری در ندارن ولی صرف از خاطر پول گذافه که پس بین آقای رئیس جمهور و شورای امنیت و رئیس امنیت ملی تقسیم میشه و پول های به میلیون هاست ای قرار داده میشه ای که باز این پروژه کی عملی میشه یا چقدر وقت بعد عملی میشه این قابل مطرح نیست ما طرفدار کار خوب آقای رئیس جمهور هستیم که وقتی که بحث روی تاپی میشه خب تمام مردم افغانستان خوش میشه که بالاخره یک منبع عایداتی بر افغانستان پیدا میشه و در مسائل فشار حکومت های امسایه هم کایش پیدا میکنه و خاطر که یک چیزی پیشمان بالاخره میباشه که بالای اونا فشار بیاریم ولی تا جایی که این بحث منطقی باشه تا جایی که این پروژه های که افتتاح میشه با, و... با, شکل واقعیتش قرار داد با کمپانی قرار کسایی که ظرفیت زیر داره نه با آقای اجمل غنی برا بچه کاکایش یا با خانمش که 250 میلیون دلار در بخش ظرفیت سیازی خانما برشان داده شده ولی این پول زیر سوال است که کجاست این پول و اما تو آقای اکلیل اکیمی در وزارت مالیه شما میفهمین که بسیار یک مشکل کلانه که امیال افغانستان دوچار است که سه بودیجه را ساختن یک بودیجه را از پارلمان پاس کردن بودیجه دیگر را برای رئیس جمهور باید پیشنهاد کردن امضای از دوره گرفتن و بالاخره با یک بودیجه سیومی کار میکنه. اما یک بحثم بر که از شما از پارلمان هم صحبت کردین که از پارلمان پاس شده چرا پارلمانی اجازه داده کاری باید صورت ما بودیجه را که ما پاس کردیم دو تمام چیز به شکل درستش هست ولی بودیجی که اونا پیشنیاد میکنن پس در اونجا شکل دیگه ایره میگیره یعنی مطلب عزیز که سه بودیجه وقتی که بین خود در تضاد هستن یکی از عوام فریبی آقای اکلیل است که هم پارلمان هم مردم همگی گیره فریب میتن و قوتی که قوی مقننه باید داشته باشه ما نداریم متاسفانه اونا دستشان بسیار بالا است داخل پارلمان اونا مقرریای را پیشنیاد میکنه یا برعکس کسایی که مقرر استن ولی خیش و قوم یکی از وکیلا هست برطرفیشان هم اطرح میکنن اونا تا حد که تلفون میکنن مستقیم اختار میتن بر بعضی وکیلا و اونا دسیسه سازی میکنن دوسیه سازی میکنن به این شکل اونا میخواین که در دا داخل پارلمان نفوذ داشته باشن و ما تاسف میکنم که جامعه بین هم خاموش است در این مورد و کسایی که میخواین که در افغانستان دموکراسی کنن یا بیشترین گزینه را اونا می, می از لحاظ اقتصادی مثل کشور امریکا و کشورهای ناتو و کشورهای اتحادی اروپا و تمام از اشخاص افراد که برای ما در بخش انتخابات در بخش ظرفیت در بخش حکومتداری خوب در بخش مبارزه علیه تروریسم در بخش مبارزه علیه مواد مخدر اونا به ما پول میتن اونا میبینن که پولایشان به یک شکل بسیار فساد گسترده در داخل حکومت در جیبای وزیر صاحبا میرن ولی اونا هم چیزی نمیگن این یک مشکل بسیار بزرگ است که ما در تقابل با حکومت هستیم در کنار صحبت های شما آقای هماین که میگن که دست هم از حکومت وجود داره که نفوذ داره برای در پارلمان و به خصوص بالای بعضی از وکلای مردم در پارلمان خیلی های دیگه هم وجود داره در مورد از, از ای که خیلی از کشورهای دیگه هم در تصمیری مجلس نمایندگان هم دست داره و حتی نفوذ داره میپذیرین که همچین چیزی وجود داره خب این چیز دور از واقعیت نیست هر چیز امکان داره میتونه داشته باشه میفهمین که روز ما پیش آقای رئیس جمهور رفتم اونا ادعا کردن که در مسئله 400 بستر یکی از وکیلای شما امی کار انجام داده امی توریستایی که داخل 400 بستر شدن من من عیس اول واضح و آشکار به آقای رئیس جمهور گفتم که آقای رئیس جمهور شرم است که آقای رئیس جمهور در مقابل یک وکیل تناب عرف بزنن شما اسناد ثبوت و شواهد ارائه کنین یک وکیل که خون سربازای زخمی ما را میګره واره میکوشان جنرالای ماره اونځه میکوشان او وکیل ولوسی جرګه باشه وا شومم گفتنه تونین کی چون به خاطر از کی وکیل ولوسی جرګه یا وکیل با نفوذ ولوسی جرګه گفتم شما به ما اسناد راکنین کی ما عاجل دیم اوره تصمیم بگیرم ولی آقای ری جمهور کار نه کرد چرا ما فکر میکنم که وکیلی را که نامش او یاد کرد وکیلی است که در دا داخل کابل نفوذ زیادی داره و در دا انتخابات آینده میتونه که باز با برایش جمهور مصمر واقعی شود و از این خاطر من از این بالاتر چیز دیگی را شما چرا نامش افشانه کردیم بر مردم که بدانند که بعضی از کسایی که برش اعتماد میکنن و نمایندگی میکنن از مردم در درون پارلمان وقتی که یک یک رئیس جمهور نام یک وکیل یاداوری میکنن تبیس که باید اسناد دست داشته باشه اسنادی که ثبوت شواهد از مدارکی باشه به ما کدام چیز را ایراد نکرد اسناد اگر به من ارائه کنن ما می سبا روز میتونم که می مسائل در پارلمان یاداوری کنم لطف کنن اسناد به ما بدن و از می صدا میکنم سر آقای رئیس جمهور هر وکیلی که د فساد است هر وکیل که دوسیه داره لطف کنن دوسیه رو به ما ارائه کنن ما ببینیم از نزدیک هر کسی که باشه نه وکیل موفق قانون است نه آقای رئیس جمهور موفق قانون است نه آقای وزیر ولی امی مسائل است که آقای رئیس جمهور معاملات پنهانی هم با وکیل سایبا داره هم با والی سایبا داره شما ببینید در مورد والی بلخ تا کدام اندازه شدت داشت همه چیز ولی مسائلی که وقتی که در مقابل یک والی وزیر میپذیره سفارت ها را میپذیره ولایت ها را میپذیره برش همه چیز معامله میکنن ما فکر میکنم که این رئیس جمهور یک رئیس جمهور ضعیف است و تمام تصمیمی که میگیره همه همگیش دور از اقلانیت است یک مسئله را اول آه، آه، یک اشتباه را مرتکب میشه باز به خاطر جبران از او مسئله چند بار بلندتر از این میپردازد اما شما یکی از افراد بودین که خیلی خب، آقای رئیس جمهور غنی برای شما استاپ میکرد در بحث انتخابات و شما یکی از موافقان سرسخت رئیس جمهور غنی هم در بحث انتخابات بودین ولی حالا ما بدر شدیم یکی از مخالفان سرسخت شده حکومت ما از سیاست آقای غنی پیش از اینکه رئیس جمهور شود چیزی زیاد نمیدونستیم. پس چطور لید. ازش حمایت کردین در مورد که در مورد کارهایش در مورد سیاستش و در مورد برنامه های آینده اش در نظر به دیگران نظر به کاندیدای دیگه‌ای که وجود داشتن خب به نظر ما آقای غنی یک آدم معلوم شد که در فساد دوست نداره گویا که دوستش به خون آلوده نیست و در مسائل اقتصادی هم میفهمه ولی پس آن وقتی که ما از نزدیک با اونا بلد شدیم دیدیم که نخیر نه یک آدم عوام فریب یک آدم که همه گیره در های مختلف قول و وعده میکنن که ما دایی ارسه دایی ارسه دایی را دو ولایت خود داشتیم که از ولایت که ما نمایندگی میکنیم چه وعده های مشخصا داده بودن که آقای غنی نتونسن به او وعده هاشون عمل بکنن و شما مبادر شدین به مخالفه و کسی که انتقاد میکنه از آقای غنی مردم ولایت خوست به آقای غنی رای دادن از خاطر که یک پانتون بین المللی به خوست پیشنیاد شده بود رای ترانزیت بین پاکستان و افغانستان که رای گلام بود او باید جور می شد مسئله برق بود که باید به با ولایت خوز به زودترین فرصت برق داده میشد شد و خودشان شش ماه گفتن که دیرو دور از منطق است تا تخنیکی امکان نداره که در ظرف شش ماهی کار کنین ولی قول خودشان بود به مردم میگفت که شش ماه و همچنان در عرصه گماشتن اشخاص و افراد از ولایت خوز در پستای بلند Uh, que ha quemado salame دو شخص دو سیاست مدار می باشه که بین خود صحبت میکنن و میگن که ما اولایت امایت میکنه از شما و از شما در مقابلشان باید چی کنید یعنی این یک ای پروسه کاملا دموکراتیک است و هر شخص هر سیاست مدار حق داره که برای دادن با آقای رئیس جمهور در مقابلش تقاضا کنه به ولایت خود چیزی را که چیزهایی که من برای شما گفتم امیر آقای رئیس جمهور قبول کرده بود ولی هیچ چیزم به مردم به مردم ولایت خوست که بیشترین رای به اونا دادن و در این زمان امایت بسیار قاطع از آقای رئیس جمهور کردن هیچ چیز برایشان نرسید برعکس برای اشخاص و افراد که در تیم آقای غنی نبود بر از قائل شدن وزارت بر از قائل شدن موینیت ها را بر از واقع قایل شدن پروژه بزرگ و مسائل زیاد دیگه سپاسگزارم بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد با شما آقای هماین و آقای کوتاه می‌گیریم در ادامه هم با برنامه رخ باشید به که برامی خوش آمدین آقای هماین شما از حکومت صحبت کردین از عوام فریبی و در مورد ناکامی های حکومت هم صحبت کردین فکر نمی که یک بخش بزرگی از این ناکامی ها هم برمی کرده و کابینه خود حکومت وحدت ملی هم شما هیچگاهی در مورد کابینه و در مورد کارکردش در مورد کارهایی که در این صورت میرسد و بلند نکردین به عنوان معاون مجلس اول نمائندگان. اما بیشتر انتقاد و تاکید شما بالای کاری حکومت بوده من فکر میکنم سوالتان شاید بسیار به جای نباشه به عرض معذرت به خاطر از که شما دیدین که در بخش وقتی که من به معانیت اول آمدم در بخش فساد اولین دفعه بود که در داخل اولوسی جرگه با و حساب فساد گسترده که در ولسی جرگ صورت میگیره به صورت شما صحبت کردین در این مورد براسانه هم شریک ساختین در مورد رئیس مجلس نمایندگان در مورد در مورد رئیس دورانشا اما خیلی یک سوال کلان از مردم هم هست که همین پرونده هم به کجا رسید زمان شو... که شما صدا بلند کردین اصلا مسئله ایست که ما من عیس وکیل ولسی و من عیس نماینده مردم افغانستان وظیفه خود اجرا کردم بالاتر از مسائل که به من رب نمیگیره مسائل عدلی و قضایی است ارگان های عدلی و قضایی در این مورد باید اجرات کند و من بارها در این مورد صدا کردیم که آقای لوی سارنوال و آقای قاضی و قزات و شمول آقای رئیس جمهور در این مورد صحبت های زیادی کردیم ولی قضیه سیاسی شد قضیه سیاسی شد از طرف آقای رئیس جمهور سیاسی شد از طرف لوی سارنوال سیاسی شد از طرف قضا سیاسی شد از طرف همه از یا قضیه سیاسی شد وقتی که سیاسی شد یک قاضی اختلاس به قضی سیاسی وقتی که تبدیل میشه بالاتر از او مسئلات از ندارم که در این مورد اجراعات کنم یا شخص خودم برم دیزگیری به انجام اما بحث فساد بحث فساد است و خیانت به مردم افغانستان است چرا فکر میکنید که چین قضایی در افغانستان به ازی که باید معرفی شوند پیگیری شوند چین قضایی اکثران سیاسی برخورد میشه ما میتونم واضح بگویم که فساد که در ارگ ریاست جمهوری وجود داره بلخصوص خود آقای رئیس جمهور تا جایی که در فساد دخیله است ما فکر میکنم که قوی قضایه و قوی مقننه و قدر در این دخیل نباشه کسی که در رأس دولت است در دا داخل فساد هستند ایناله وقتی که بس روی رئیس جمهور میشه خب از او پایین تر دیگه من توقعی از کسی ندارم شما یک نامه ای به امنیت ملی به صورت مکتوب فرستادین و گفتین که رئیس اومی امنیت ملی و حتی آقای رئیس جمهور در صدت تحت علیه شما است چه جواب گرفتین؟ ما تا به حال بیش از ده نامه فرستادیم و فرستادیم نامه را که آقای رئیس جمهور آقای ستانکزی آقای اکلی لکیمی و وزیرای دیگه ایشان در یک جلسه بسیار مخفی که به شکل از اشکال به ما جواب شامد اونا پلان ترور مرا دارن و این مسئله را موازی و اشکار به تمام ارگان امنیتی که به هم هم دخیل هستند و هم رای دیگه نداریم به جز از وا نامه را به اونا فرستادیم و هیچ نوع جواب هیچ نوع او... کمک از اونا دریافت نکردیم مشخصا چه سنادی در دست دارین که نشان میده که رئیس امنیت ملی و رئیس جمهور در در صدد علیک شما هستند حتما نیست که ما اسناد در دا دوست داشته باشم که اونا تاپه و مهر کرده باشن که آقای مایون اعدام کنین ما هم به شکلی که اونا نفوذ دارن در داخل ولسی ما عین شکل اشخاص افراد در دا داریم که از داخل حکمت برای ما تمام مسائل بر ما میته یک دولت است ما بحث دو کشور نیست بحث یک مملکت است اما هست. سند مشخص در دست ندارین بحث حرف بوده که گوش شما رسیده خب در چونین قضایه تنها میتونه که حرف به گوش برسه در قضایه تصمیم هایی که گرفته می شده وجود نداشته باشه هیچ وقت اما اکثرا اگر قرار باشه که ادعای صورت بگیره صورت شما باید اسناد میرا بکنید همچین حرف در مورد شما صورت گرفته من به خاطر وجود داره که نشان میده که بر شما بر شما تاثیر داشته با خاطر ازی که ما جلوگیری ازی, ازی قضیه کده باشم و قربانی از این مسئله تصمیمی که اونا گرفته قربانی از این تصمیمشان نشد ما مکتوب رسمی را فرستادیم به اونا و مسائلی که میمونه مسائل اسناد و ثبوت شواهد ما فکر نکنم که کسی که میخواهد چنین عمل را انجام بده باز اونا ثبوت و شواهد را از خود بگذاره به خاطر که باز همگی ملت بفهمه نه خیر شما مکتوب فرستادین جوابم هنوز نگرفتین بسیار خوب در کنار صحبت های که شما راجع به حکومت داشتین آقای همین امروز به این به ائتلافی هم که شما برای انداختین در سوم هم هم صحبت بکنیم شما یک ائتلاف بزرگ به نام ائتلاف بزرگ مردم افغانستان برای انداختین در مورد ائتلاف بیشتر صحبت بکنین اهدافش و فلسفه امی اطلاف شما چی است که برای انداختین در محمد؟ خب اصلا وقتی که فشارهای مختلف چی در سیاسی، اقتصادی، نظامی، بیامنیتی در عرصه بالای مردم افغانستان زیاد میشه ایجاب میکنه چنین این اطلاف های ایجاد شد و خاطر رفع مشکل چون مسائل و خاطر رفع مشکل مشکلات مردم افغانستان نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، بزرگان اقوام، سیاسیون و اشخاص مطری، مملکت بالاخره همه گی ما گرده هم نشستیم و از چون این که این حکومت که بسیار در فساد غرق هستند بالای مردم افغانستان آورده ما منعیس باشنده از این کشور من عیسی وکیل منتخب مردم از این کشور باید در, در, در فکر از ای باشیم که چی رکم بتانیم این بحران کنینی برایم و ایجاد میکنه که یک اطلاف بزرگ مردم افغانستان جور شود اطلاف های مختلف کوچکی وجود دارد در هر ار, ار سوال کاسیناتا وناستکه امیرا حماگیره بسیج بصوزه و بلخره یک ائتلاف بزرگ ایجاد کنه و ای ائتلاف بزرگ از خود برنامه مشخصی داشته باشه تا بتونه که تغییری را به وجود بیاره. شنو مشخص ائتلاف بزرگ مردمان افغانستان چی بود؟ ما در عرصای مختلف کار کده را استیم و در زمن بخش حقوقی ما بخش فنی و بخش حماگیرزی پروسه کار کرده رو ایستن تا جای بسیار زیاد مسائل خوب را در میان آوردیم مسائل تغییر خود تغییر نظام به کدام شکل تغییری که ما چی شکل میتونیم اداره کنیم امی خود تقسیم قدرت بین اقوام چیزی است که در قانون اساسی واضح نشده آ... رئیس جمهور است با دو ماوینینش ماوینینش هیچ نوع صلاحیت ندارن آ... تنها صلاحیتی که برای رئیس جمهور تنفیذ میکنن بر آ... اونم صلاحیت تا دارن که آقای رئیس جمهور از این سو استفاده میکنن ما میخواهیم که سر چیزهای کار کنیم که پیش از که مردم در تقابل ما شوند چون آگاهی یا بسیار ضعیف است در مورد همین نظامهایی که وجود داره که با ما به کدام سیستم پیش بریم این تمام مسائل است که ما تقریبا با موافقه رسیدیم همگی ما اعلان اطلاف بزرگ مردم افغانستان یک اعلان یک, یک مجموعه بسیار عظیم خواد بودن که در اوجه نشست داشتن از تمام اقوام مردم خواد بودن که اوجه نمایندگی از تمام اقوام کرد و بالاخره ما دفع می کنیم تمام مسائل قومی را که آقای رئیس جمهور دامن زد آقای زای سب منعیس رئیس امنیتی ملی دامن میزنم مسائل قومی را که باعث بی امنیتی میشه یعنی من میتونم که آقای ستانگزای رئیس بی امنیتی ملی افغانستان نام کنم به خاطر از اینکه که مسائل که با من شخصا روبرو مطرح کرده مسائل بوده که با با, با تاسف گفتم میتونم که من در تلویزیون هم سر از این صحبت کردم مسائل قومی بوده و نمیخوایم که افغانستان د چاره مشکلات بشتر شوه تجزیه شوه او افغانستان په شکل از اشكال میبرن طرف تجزیه کې آگاہی وخت کې با مردم زیات در در ملاقات و در دید و بازدید باشی میتونی که درک کنی که چی روان است آقای هماین در اطلاف بزرگ مردم افغانستان که در سیوم همه شما داشتین شما به سراحت گفتین که بسیار از کشورها را اجازه نمیتین که در افغانستان دسترازی بکنن و حتی کشورها را نام گرفتین و گفتین با, با, با وجود که اگر بخواین که مداخله بکنن دست از اونها را میکنین با چه امکاناتی و با چه توانی شما با چنین لحن و به چنین صراحت می نختار به کشورهای که یا همکار هستند در افغانستان یا در بسیاری از مسائل دخیل هستند ما از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستیم از لحاظ قوت نظامی با پنج کشور ابرقدرت اتمی که ما در دا داخل جغرافی از واقع قرار داریم ما نمیتونیم که هیچ نوع حرکت نظامی انجام بدیم ما یگانه رای که داریم اویست که امی اطلاف بزرگ مردم افغانستان که تمام اقوام در او شامل باشن و بالاخره ملت سازی کنیم در ابتدا نگذاریم که ما را دشمن به شکل از اشکال از ما سو استفاده کنه چی به مسائل حزبی یا چی سمتی چی قومی و حتی مذهبی که میبینین که سعودی عربستان مداخله میکنه و ایران مداخله اشکار میکنه. سعودی با سونی ها زیادتر پول میتن که شما باید در تقابل ایران باشین. ایرانیا با مردم شوی مذهب پول میتن که شما باید در افغانستان دفاع کنین از منافع ازوا. این است که مرا بیشتر از همگی اول یک اعتمادی کلانات به وجود آورده بین اقوام و بین افراد و بین اشخاص حالا استفاده میکنن ما در ابتدا باید همگی مردم افغانستان مثل مردم افغانستان مثل زنبور اصل وارستن وقتی که بفهمن که یک چیز پاک یک کس یک شخص پاک پیدا شده همگی دورشان جمع میشن و ما از این مسئله بسیار استفاده خوب کرده میتونیم در ارسی ضربه وارد کردن به دشمن چی در بخش جنگ استخباراتی چی در مسائل نظامیشون بگوین چی در بخش مالی اقتصاد پیدا کردن پول بگوین در ارسهش وحدت ملی بر ما بسیار مفید است و ما تنها میتونیم از را به اهداف خود برسیم آقای همین در کنار که شما آمدین اطلاف بزرگ مردم افغانستان در سیوم عمل تشکیل دادین پیش از او شما یک اطلاف دیگر به نام نجات افغانستان با آقای دوستام عطا محمد نور و بعضی از نمانده های مردم در درون پارلمان تشکیل دادین سرنوشت اطلافتان چی شد؟ حتی شما در خنده یک نشست هم برگزار کردین در رابطه به خیر نیست چونی نیست مسئله اطلاف نجات بین سه حزب حزب وحدت و جنبش و جمعیت بود آه 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 آقای دوستم صاحب و آقای والی صاحب عطا و بالاخره آقای معقق صاحب بودن اطلاف نجات و ایجاد کردن اما شما هم کردیم ما 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 در این عرصه با اونا نبودیم برعکس ما حمایت کردیم به خاطر از که هر ائتلافی که در افغانستان به وجود میاد به خیر مردم افغانستان از به خاطر که تفهیم بین همگی صورت میگیره بالاخره نظریات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همگی نظریات تبادله هم میشه و مسئله جلسه قندهار هم چنین چیز نبود برعکس ما در جلسه قندهار با نام یا با عنوان اتحاد ملی مردم افغانستان میخواستیم که جلسه تنها دایر کنیم که به او جلسه دعوت کرده بودیم آقای استاد را که متاسفانه رئیس جمهور بازم از امو دیکتاتوری خود استفاده کردن و که تیاریشان پرواز کنه این مسئله بود ولی در کل وقتی که ما سخن از اطلاف بزرگ مردم افغانستان میگیم تمام اطلاف های کوچک دیگی را این اطلاف بزرگ اجازه میده که همگی یک جای شوند این یک مسئله است که اطلاف نجات وقتی که ایجاد شد بعد از ایجادش شاید بسیار به مشکلات بتوانه که حرکت های دیگی را جذب کنه ولی یک عرکت کلیه که به نام اطلاف بزرگ مردم افغانستان باشه خود کلمه اطلاف اجازه میده که هر به نظریات خود شریک بسازه و بالاخره ما یک رای بیرون رفت از این بحران کنونی که حکومت وحدت ملی ایجاد کرده از ای برایم چون این اطلاف آه انوز آه اعلان هم نشده یک جلسه کوچک تنها بخش اقوام لوی پکتیا بود که اعلان کردن ولی اقوام و سمتای دیگه هنوز مانده که بخیر بسیار بزرگی اعلان خواد شد سپاس مخفی کتا میگیریم در ادامه هم بیننده برنامه راه باشید بدمه برنامه رو خوش آمدین آقای همایون گفته های وجود داره که حتی پرونده شما و آقای لالای فرستاده شده با لوی سانوالی میکنین؟ خب ما تا بال کدام رسمی چیز را دریافت نکردیم که گویا دوسیه داشته باشیم یک مسئله دومی است که یکی از وزیرای مشاور وزیر ارشد رئیس جمهور سرنوالی دعوت کرده بودن تا جایی که من خبر دارم آقای لوی سرمال مذرت خواسته بود کاملا در این بخش و گفته بودن که تمام اسنادایی که حکمت روان کرده بود یک دسیسه بود ما از آقای اومایون مذرت میخواییم و از همگی مذرت میخواییم چون در خود اسناد که اونا روان کرده بود گفته بودن که ما با ارشیف داخل شدیم ولی متاسفانه که آرشیف در ریاست پنج قرار نداره آرشیف دمی تعمیری که ما و شما فعلا هستیم در خود تعمیر اساسی ولسی جرگه در اینجا قرار داره بران امویده کاملا یک ایدای کاذب بود و آقای لوی سرمال از چی مذارت خواسته بود تا جایی که من خبر دارم ولی به ما چیز رسمی اینا آمده هنوز مشخصا چیز رسمی در این مورد نیست بس خوب. بین در مورد پارلمان هم صحبت بکنیم آیا از شما کار پارلمان همکنون قانونی است یا غیر قانونی؟ تا جایی که قانون اساسی میگه ما کاملا قانونی استیم و با اساس ازی که ندایر شدن انتخابات کار وکیلای پارلمان نیست این کار حکومت است که با باید زمینه را مساعد بسازن و انتخابات باید برگزار شود ولی قانون اساسی میگه که الا آمدن وکیلای جدید و شورا به کار خود ادامه میده اینال ببینین اگر ما فرض کو امی چهار سال یا پنج سال عمر که اما عمر قانونی که یک پارلمان داره ما امی خانه را ترک کنیم و بگوییم که ما دگه وظیفه اجرا نمی کنیم یک قوه مقننه فلت می شود این از دیدو شما قانونی است کارش تا زمانی که انتخابات پارلمانی برگزار شود صد فیصد به اساس ماده قانون اساسی زمان که بارد. کار پارلمان قانونی هست خیلی گفته های وجود داره از طرف مردم که با جدیتی که باید کار بکنن اعضای مجلس نمیندگان کار نمیکنن حتی زمان که رخصتی ها میشه خیلی از اینا بخاطر سفر خاطر بخاطر تفری بخارج از کشور میرن نمیرن به ولایت و تا بشنن که مردمشان با چی مشکلات مواجه هستن و برای حل از اونا یک رای حل پیدا کنن ربط این مسئله به مشروعیت اولوسی جرگه نداره این ربط داره به ضعف خود وکیل وکیل اولوسی جرگه بله تا جای زیاده را ما وکیل سایبایی داریم از ولایت زیاده داریم که اونا به میکنن اما خیلی هم حرفای هست که مشروعیت نداره پارلمان و خیلی دیده هم وجود داره که چون گفته وجود داره که مشروعیت نداره و غیر قانونی کار میکنن خیلی از وکلا هم علاقه من نیستن که با جدیت کار بکنن خب این نظریات مردم عام است ما برشان اعترام قائل هستیم سی میلیون نفوز مردم افغانستان همگیش یک جای نگفتن که پارلمان نامشروست و نام کدام رفرندوم صورت گرفته که ما اما پرسی کده باشیم که اکثریت مردم افغانستان به این نظر است خب چند نفر کارشناس های سیاسی که در برنامه های تلویزیونی میشینن و اونا نظر خود ابراز میکنن به نظرشون من احترام دارم ولی در حقیقت مراجعه کنن به قانون اساسی اونجا چنین چیزی نیست که... تاریخ انتخابات هم مشخص شد گفتم میشه که در ماه میزان انتخابات پارلمانی برگزار میشه فکر میکنین که واقعا توانایی وجود داشته باشه که هر دو کمیسیون بتونن برای مطرف انتخابات قطعا خود کمیسیون انتخابات منایس افراد و اشخاص ما برشان احترام بسیار زیاد قائل هستم ولی یک مشکلی که دارن ظرفیت دایر کردن انتخابات که نه تنها با تنها به امی کمیشنرها در بر میگیره این مسئله بلکه به مسائل بسیار دیگی ما فکر کنم در خود کمیسیون این ظرفیت وجود نداره که اونا بتوانند بودیجی برای, برای پا انتخابات پارلمانی پیدا کنن یا به انتخابات ریاست جمهوری در عین زمان از لحاظ تکنیکی بسیار مشکلات دیگه ای دارن و کل از این مسائل بالاخره فشار بالای کمیشنرها میارن که اونا هم ظرفیت تو توانمندی از زیر نداشته باشن که دایر کنن یعنی فکر هیچ باورمندی وجود نداره که ما بر در ماه میزان بریم به طرف انتخابات پارلمانی ما تا جایی که من معلومات دارم انتخاباتی که آقای رئیس جمهور میخواه برگزار کنه یکی از دلایل امدهش ایست که اونا میخواین که هر چیز زودتر وکیلای جدید به با پارلمان بیاید با از طریق وکیلای جدید پس دوباره ای به قدرت بیایه یعنی به کرسی ریاست جمهوری بشینه ولی هیچ نو در فکر از این نیست که اگر فساد گستردی که صورت میگیره همگی پیش از پیش میفهمیم عملی که می انتخابات تمام دیفتی هایی که باید دولت وظیفه انجام بده بین خود تقسیم کردن یعنی تقسیمات وجود وجود داره وجود بسیار علنی بسیار در حضور همگی اشخاص افراد که در شباتشان میشنن علی صحبت میکنن که قدر دیفسی از ما شد و او قدر از ما شد می هفتهش کمشنر که هستن و هم این مسئله است فساد گسترده که در انتخابات صورت خواهد گرفت و تقلب گسترده که در انتخابات صورت خواهد گرفت که ما دقیق می که در موجودیت چنین کمیسیون ای رخ می ما فکر کنم که آینده بسیار بد خواهد داشته باشه این انتخابات از دایر کردن انتخابات کده ندایر شدنش خوب است به خاطر ازی که انتخاباتی که با تقلب صورت بگیره و از اشخاص افرادی که شاید در حدود 6000 نفر یا 4000 نفر 5000 نفر خود کاندید اولیسی جیرگه می کنه همگیش بالاخره میفهمه که حقشان تلف شد و ما براین به بیرون و مظاهرات انجام میدن مظاهره و تصمیم های دیگه میگیرن این به نفع کشور نیست من یعنی فکر که افغانستان میره با برگزاری انتخابات پارلمانی انتخاباتی بسیار بزرگ خود رو برو شد که رئیس جمهور از انتخابات خود فراموش خواد کرد ما برشان منعیس یک وکیل یک نماینده مردم با وجود ازی که خود حکومت وحدت ملی تا جای زیاد را مشروعیت نداره از خاطر از ای که در برای بر مردم نامد بالاخره به با 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 فرمایش آقای کیری آمد این ای 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 حکومت به وجود آمد رای مردم بعد از دو سال اعلام شده از طرف کمیسیون انتخابات که او وقت تحت فشار حکومت بود این کمیسیونی که آل ایجاد شده شما ببینید رئیس کمیسیون انتخابات نجیب امزه اونا برطرف کردن ولی علتش تا به امروز گفتن افرانستان یعنی از یوت شما نا انتخابات برگزار میشه و اگر انتخابات هم برگزار شد برای شما و بسیاری قابل پذیرش نیست من به مردم افغانستان خطاب معیز بالخصوص به با که خودم میخواین کاندید پارلمان کنن تشویش زیاد ما عزیز که اگر انتخابات برگزار شوه و یک علقه محدود و خاص که رب میگیره با آقای رئیس جمهور و 20-25 نفرش به حزب اسلامی چند نفر دیگهش با جمعیت و دیگهش هم به آقای معاون دوی ریاست جمهوری دانش تایب اینمی چند علقه چند نفر بین خود نشست کردن و گفتن که چی تعداد وکیلای با کی داده شوه مثل یک سهم واره یا یک توفه واره داده میشه اگر چنین امی،, امی چیزی که ما میفهمیم که دقیق هم است اگر انتخابات در چنین شرایط به امی اشکال شوه جوانهای زیاده که رای حقیقی مردم داشته باشه اونا نمیتونن که به ولوسی جرگه بیاین کامیاب شون بناهن یک بحران بسیار کلان انتخاباتی به وجود میاد که باز هیچ کس نمیتونه که او مشکل حل کنه از این خاطر ما صدا میزنم بالای حکومت بالای جامعه بین المللی بالای سفارت امریکا که در این مسئله بسیار دخیل هستند و خود ملل متحد همگی که پیش از که به طرف انتخابات برین در قدم اول به یک شکل بسیار درستش باید تمام چیز من شود تا که انتخابات شفاف برگزار شود و مشکل نداشته باشیم بارها شما از حکومت انتقاد کردین و بارها هم خطاب برای جمهور کردین و گفتین که اگر نمیتونین که شما اصلاحات بیارین و اگر شما نمیتونین که به وعده هایتان عمل بکنین کنار بریم و استعفا بدین فکر میکنین که راه حل باشه استعفا و کنار رفتن آقای وقتی که یک شخص ظرفیت مدیریت یک کشور نداشته باشه و بالاخره به با شکل اشتباهش آمده باشه و ششته باشن ما فکر میکنم که تلفات روزمره جوانی که جوانایی که ما در داریم یا در, در, در ولایت های دیگی داریم ما فکر کنم که شرم از با یک شخصی که تلفات پلیس و اردوی ملیش روزانه به دو ست سی ست نفر میرسه با, با, با جو جو که شما بارها بهش تاکید کردین و استفا و هنوز هم سر حرفتان هستین و میگین باید کنار بره و اگر نمیتونم با بده های شاقای رز جمهور عمل بکنم اما فکر نمیکنید در این شر... چنین شرایطی که ناامنی بیداد میکنند در افغانستان عملا مشکل وجود دارد جنگ جنگ داخلی و خود افغانستان نیست دست هایم وجود دارد در نامنی افغانستان مشکلات اقتصادی بیکاری و تمام این موارد و شما هم و صراحت میگین که باید استعفا بدن یا کنار برن کسایی که در رأس حکومت هستن فکر میکنین که این میتونه یک راه حل خوب باشه و با فکر نمیکنین که باز ما به بحران بیشتر میریم و میریم به دهه 70 و مو جنگای خانگی نخنی. و ما گزینه بهتری نداریم به اینکه ای ما دوباره ما به که افغانستان بدون رئیس باشه بدون رئیس جمهور باشه من نه پیشنهاد کردیم که افغانستان بدون کابینه باشه من این مسئله پیشنهاد نکردیم من میگم که برعکس اشخاص و افراد وجود داره که میتونه به شکل درستش مدیریت کنه بالاخره ای کشور از بحران بکشه آقای رئیس جمهور با وعده که داده بودی مردم فریب داده بودی و مردم عالم فریب میتی اطفال در امریکاست اونا تا خاک افغانستان رو ندیده اونا حتی خود خانم اول در صحبتش گفت که اطفال ما اصلا افغانیت قبول نمیکنه اونا, اونا به کشور دیگه دارن و اونا میگن که ما اصلا امریکایی دست هستیم خودشان در مصاحبه خود گفتن وقتی که چونین اشخاص و افراد که اطفال شیجه نباشه و میفهمن که اگر این افغانستان غرق بحران هم میشه اطفال نظر شما کیها باید بیاین که بتونن حداقل و اشخاص و افراد بیاین که دا داخل از این کشور فامیلش، قومش، قریش، جایش بلاخره قربانی داده باشه بر از این کشور اونا بیاید در رست از این شما همیشه با لحن خیلی شدید انتقاد میکنین از حکومت تا به حال به عنوان معاون مجلس نمایندگان و به عنوان کسی که از طریق به عنوان اپوزیسیون اینجا عمل میکنین برابر حکومت طرح مشخص داشتین به حکومت که شریک کرده باشین و اون طرح شما نظر نگرفته باشن اصلا ما وقتی که بحث از حکومت میکنیم ما فکر میکنم که مردم افغانستان انوز هم فکر میکنن که حکومت گویا که وجود داره ما فکر میکنم حکومت اصلا وجود نداره حکومت قضا سرنوالی پارلمان محکمه همه دیش غنی است هیچ اصلا وزیرای شانرفای مرا نشنوند و میفهمم که تاییدم میکنن میکنند اصلا صلاحیت ندارن وزیرایش یعنی با کی صحبت شود خود آقای غنی پشت خود دروازه ارگ بسته کده هیچ کس به اونها دیدن نمیتونن نظریات قبول نمیکنن و بالاخره یک مریضی است که من به همه جاواش ما طرح سا... حال نداشتین که پیشنهاد بکنین هر برای رفت از این مشکل است که طرح برای یک شخص پیشنهاد میشه که با دماغ سالم بتونه طرح بر بخونه میفهمین که شما ما بار بار گفتیم که آقای رئیس جمهور مریضی شیزوفرینی دارن شما برین از دکترها پرسون کنین که چی مریضی است ای شخص یک شخص خودخواهی است که تنها فکر میکنه که تمام مسائلی که خودش بحث میکنه تنها امی درست است دیگه تمام مسائلی که اشخاص افراد دیگه وزیرای یا هر کسی که مطرح میکنه کلی ازی درست نیست غلط است تمام طرحی را که شما ببینید فرق کنین ما با با منعیس اپوزیسیون طرح داده نتونستیم ولی طرح خودشان کجاست و طرحی که اونا دارن که ما به کدام شکل پیش میریم و این مملکت به کدام شکل پیش میبریم آیا طرح خود با مردم با ولسی شریک ساخته نخیر نی؟ ما بس از این داریم که آقای رئیس جمهور هر که از چپرکت خو خود میخیزه هر چیزی که در نظرش خوب خورد به اون شکل پیش میره اگر آقای رئیس جمهور با... از شما بخواید که یک طرح برش پیشنهاد بکنین و قرار باشه که او طرح شما را هم بپذیره با نظریات خودشان چه طرحی خواهد دادید؟ من فکر میکنم که اول از من طرحی نمیخواهد حالا فرض اگر اگر خواست که او طرح ما را درک کده نمیتونه او احساس از ایره نداره که او طرح را درک کنه مثلا چه طرح خواهد بود که از درک آقای رئیس بالاست؟ یعنی برنامه کلان شما چی هست؟ احساس وطن امی احساس پیش از وان نیست اگر اگر وا میگن که طرح را با ما شریک کنین ایجا علاوه از آقای اومایون احزاب سیاسی زیاده وجود داره. کدام روز با احزاب اما آقای اومانی یک مشکل کلان که در افغانستان وجود داره بشری است که حرفا گفتن میشه انتقاد خیلی شدید در برابر حکومت صورت میگیره ولی هیچ برنامه هیچ طرح و هیچ پیشنهادی هم برای حکومت وجود نداره مشکل کلان همین است که ما یعنی درای حل نتونستیم پیدا بکنیم که به کدام سمت باید بریم و با چه برنامه‌ای باید بریم من مثل. بیشتر باز ذکر کردم دوباره میایم سر از این طرح به یک شخص داده میشه که او ظرفیت زیر داشته باشه که طرح را بخونه و بالاخره باز مقایسه کنه با طرح خودش و بالاخره بفهمه که کدامش خوب تر است ولی یک شخصی که خودش هم طرح نداشته باشه و طرح دیگرها هم در فکرش طرح نادرست میایه، خب بر او شخص تر دادن اصلا خدا اما همو همورا صحبت شده که کارها وجود داره برنامه های عملی کلان یعنی چی؟ برای مردم افغانستان وجود داره خیلی انتخاب های که صورت میگیره برای حکومت آقای غنی بیشتر جمله خاص های شخصی وجود شاید داشته باشه خیلی بتو فکر بتو میکنه مثال بتین فرض کو آقای رئیس جمهور میگه که ما خواست های شخصی داریم اگر کدام استان ثبوت و شواهد چیزی داره بفرمائید رعایت کنن به مردم اگر نه من میگم که کاکایش سفیر سن 65 مه میگوم که بچه کاکهایش اجمل غنی د تمام قراردادها دخیل م بانوی اول خانم اوله د قذایای سیاسی افغانستان دخیل کاکهای دیگیش ده کارته پروان شیشتگیستک به وکیل صاحبها پروگرامهای ره پیشکش میکنن د قضایای سیاسی افغانستان دخیل تمام, تمام اشخاص و افراد از یک ولایت این تمام مسائلی است که ما با توجه به تمام مشکلات که با اشاره کردن آقای هموین در اخیر سال 97 خوشیدی را از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ نظامی با توجه به مشکلاتی که شما شدید هم انتقاد میکنین از حکومت که هیچ برنامه‌ای نداره چگونه ارزیابی میکنین من فکر میکنم که قبل از ما در این مورد وقت آقای نیکلسن و آقای غنی و دیگرها دیگرها دیگر دیگر وقت اظهار نظر کردن و گفتن که بسیار سال بد خواد بود از لحاظ امنیتی برای مردم افغانستان و ما بسیار تاسف میکنم که کسایی که در رأس حکومت هستند و خودشان پیش از پیش میفهمند که سال بد خواد بود چقدر بعد وقتی که میفهمند که سال آینده بعد به خاطر از که خودشان تراحی میکنن این مسائله و تا جای زیاده در قضایای بسیار بزرگ منطقه همی تیم دوست دارن این مسئله را بار بار ما در اولوسی جرگه مطرح کردیم آقای اتمر صاحب بحث کنال در دا امریکا داشتن با تلویزیون اونجا مستقیم مستقیم ازشان سوال کردن که شما متهم هستین که در دا بخش دایش شما هم کاری میکنین اونا همه چیز رد کردن ولی به کدام اسناد و به استناد چی رد کردن بر ما هنوزم قبول قبول نیست گذارم خیلی تشکر از که دعوت ما را پذیرفتین شکر. خیلی گذار از شما برنامه رو هم در همینجا با پای میرسه شب بر همه شما خوش